قسمت اول از آموزش نرم افزار 3D Max. خب ما وقتی نرم افزار رو باز میکنیم یه همچین فضایی داریم. این ورژن 2025ه. قبلا به این شکل بود که من حالا توی همین شکل براتون توضیح میدم. وقتی نرم افزار رو باز میکنید یه همچین فضایی دارید. توی این قسمت 4 تا ویوپورت دارید. اینجا کامند پنله. این بالا ابزار. حالا هر کدوم از اینها هم ممکنه جدا بشن که اگر مثلا جدا شدن شما میتونید با یک کلیک راست از اینجا بیاریدشون. مثلا اسم این کامند پنله، کلیک راست کنید اینجا نوشته. اگر من بزنم این حذف میشه. دوباره اینجا کلیک راست کنم، پیداش کنم، میتونم بیارم. خب یه سری ابزار اینجا هست که ما اول با اونایی که پرکاربردن آشنا میشیم و بعد به مرور که داریم مثلا یه پروژه رو پیش میبریم با بقیهشون هم آشنا میشیم. اینجا آندو و ریدو هست که خب توی ویندوز هم پنجره هاش باش آشنایی دارید. من اولی چند تا باکس و اینا بسازم، کمک میکنه تا ابزار رو بهتر بشناسیم، چون ابزار برای اینه که در واقع ما اینا رو کنترل کنیم دیگه. یه دونه قوری میذارم اینجا، یه باکس این ور، یه سیلندر اون ور، یه دونه مثلا مخروط میذارم اینجا. خب آن دو رو که بزنم برمیگرده به یک کنش قبل. سلکت هر کدوم از اینا یک کنش محسوب میشه. ببینید من اینو سلکت میکنم، بعد اینو سلکت میکنم، کنترل زد که بزنم یعنی همون آن دو میره به کنش قبل. قبلش اینو سلکت کرده بودم دیگه. اینجا سلکت هم یک کنش محسوب میشه. پس آن دو به یک کنش قبل و ریدو به یک کنش بعد ما رو میبره. اینجا ما موو رو داریم، حالا فعلا با اینا کار ندارم. ما موو رو داریم که از اسمش مشخصه، برای حرکت دادن. نرم افزار سه بعدی هست، سه تا محور رو به شما میده برای حرکت دادن: x، y و z. طول، عرض و عمق، ارتفاع. سه تا جهتی که احجام وقتی اون خطوط رو داشته باشن، اون جهات رو داشته باشن شکل میگیره. اگر ما دو جهت داشته باشیم، سطح داریم، مثلا شما توی این نما فقط دو بعدشون رو میبینید، طول و عرض رو میبینید. وقتی عمقشون رو هم ببینیم میتونیم به سه بعدی بودنشون پی ببریم. خب اینجا پس ما موو رو داریم که با W، اگر روش نگه دارید W رو داخل پرانتز بهتون نشون میده. با W میتونیم موو رو انتخاب کنیم یا کلیک راست کنیم و موو رو بزنیم. از این چند طریق میشه بهش دسترسی پیدا کرد. من Alt و W رو بزنم. Alt و W باعث میشه که فول اسکرین بشه اینجا. برای اینکه بهتر بتونیم توضیح بدیم و متوجه بشیم، بزرگ میکنم صفحه. خب این موو. روتیت برای چرخش. روتیت چرخیدن. همش برای اینه که کنترل کنیم احجامی که ما اینجا داریم رو و بتونیم مثلا یه کابینتی که میخواییم بسازیم، آشپزخونه‌ای که میخواییم بسازیم، با کنترل کردنشون تو جای درستش قرار بدیم و رندر بگیریم. اسکیل. اسکیل بزرگ و کوچیک میکنه ولی یه فرقی داره. اسکیل اینجا مثلا این بزرگتر میشه الان نسبت به قبلش، اما ابعادش تغییر نمیکنه. به خاطر همین اینجا ما نباید اسکیل رو تغییر بدیم، اما خب این قابلیت هست که مثلا شما بتونید مقیاسش رو کوچیک یا بزرگ کنید. مثلا تو مدل سازی خوبه، یه سری جاها به کار میاد. مهمترین مسئله توی شناخت اولیه این نرم افزار اینه که بتونید راحت اینجا رو کنترل کنید. این اولین چیزیه که باید کسی که میخواد نرم افزار یاد بگیره بتونه اینجا رو راحت کنترل کنه. Alt رو نگه داریم و غلطک موس رو هم فشار بدیم، میتونیم اینجوری بچرخیم. و این مهمه که موس کجا باشه. این موس اینجا باشه مبنا میشه اونجا، میبینید. خب اگر من غلطک رو، فقط غلطک رو ببرم جلو بیارم عقب، به این شکل زوم این زوم اوت میشه. اگر Alt رو نگه دارم غلطک رو ببرم جلو، آروم آروم میره جلو، آروم آروم میاد عقب. ولی اگه کنترل رو نگه دارم خیلی سریع میره جلو عقب. ببینید میپره انگار. اگر میخواید
به این صورت جابجا بشید، کافیه فقط غلتک رو نگه دارید. غلتک رو که نگه دارید انگار خودتون دارید جابجا میشید، دوربین رو دارید میبرید به این سمت و نگاهتون هم همین مستقیمه. پس آلتو غلتک الان مهمترین چیزیه که اینجا برای کنترل میزانسن ما داریم و به دردمون میخوره. خب حالا ما با ابزار آشنا شدیم، با نحوه کنترل اینجا هم آشنا شدیم. حالا باید بریم سراغ کامند پنل. چند تا بخش داره کامند پنل؟ اینجا توی بخش کرییت ما جیومتری داریم که احجام سه‌بعدی هستن. مهمترینشون هم باکسه که خیلی استفاده میشه. احجام دیگه هم داره، قسمت‌های دیگه هم داره، پیشرفته، اصلا اومدن مثلا تسهیل کردن راه پله. فرض کنید راه پله رو قرار دادن اگر خواستید استفاده کنید که یه قابلیتیه واسه خودش، هر کس خواست میتونه استفاده کنه. اما معمولا از این بخش و بیشتر هم از باکس استفاده میکنن و باید این رو خوب یاد بگیرید. توی این بخش ما خلق میکنیم احجام رو. اینجا توی بخش شیپس ما لاین ها رو داریم، یعنی یک پله قبل از سه بعدی. توی عالم دو بعدی ما یک مثلا لاین رو باهاش یک سطح درست میکنیم، بعد میتونیم این رو سه بعدی کنیم یا استفاده های دیگه ازش بکنیم. خب هر چیزی که سه بعدی قبلش دو بعدی بوده، قبلش اصلا یه بعدی بوده، این لاین الان یک بعد و بعد شده سه بعدی. پس باید یک نرم افزار سه بعدی خوب تمام این قابلیت ها رو داشته باشه که یه موقع اگر احجام سه بعدی سخت بود، هزینه بر بود، زمان بر بود این کار رو انجام دادن، از لاین ها استفاده کنیم که خیلی وقتا به کار میان. فرض کنید میخواییم به جاده درست کنیم، اگر ما بخواییم از طریق احجام این خمیه رو در بیاریم خیلی طول میکشه. اما الان در اومد و مثلا با قابلیت هایی که داره سطحش رو درست کنیم و حجم بهش بدیم به این صورت. پس این هم شد بخش اشکال و دو بعدی قضیه. اینجا نوره، اینجا دوربینه و هلپر رو نه که فعلا باش کار نداره. نور، دوربین، اشکال و احجام، این چند تا خیلی مهمه توی بخش کرییت. شما وقتی خلق میکنید یه چیزی رو، بعدش هم باید روش پردازش کنید. مثلا من این باکس اینجا میسازم، تو مودیفایر پردازش میکنم که این طول عرض و ارتفاعش چقدر باشه، یعنی اینجا چه هست، اینجا چگونه، این طول عرض و ارتفاعش چقدر باشه، مثلا 40 سی سی. اینجا ما سه تا بخش داریم که وایرهای این باکسمون هست. من اگر F4 بزنم، ببینید تمام این احجام اون لاین ها رو دیدید اونجا تبدیل میشد به سه بعدی. این وایرها همون لاین ها هستن که پولیگان ها اومدن و بینشون رو پوشوندن، تبدیل شده به حجم. به این قسمت هایی که بین وایرها هستن میگن پولیگان و به این خط ها میگن وایر یا سگمنت. اینجا ما توی این بخش سگمنت ها رو داریم که چند تا نیاز داری که داشته باشه. مثلا 3 3 3. الان میتونم با انتخاب کردن مثلا مودیفایر ادیت پول، اینو فقط جهت آشنایی میگم، اصلا نیازی نیست تو جلسه اول ما این رو انجام بدیم یا تمرینی ازش داشته باشیم، فقط برای اینکه یه کلیتی ازش بدونیم. الان ما تو ادیت پولی تو مودیفایر که گفتم برای پردازش باکس هست، میتونیم مثلا اینو تغییر بدیم. ببینید مثلا این چند تا رو انتخاب کنم، ببرم بالا، بیارم پایین، حد جاریش کنم و اون شکلی که میخوام رو توی مودلینگم درست کنم. برای تمرین جلسه اول
ما باید با ساده ترین چیزها شروع کنیم و یک فضای ساده رو بسازیم. میتونیم از طریق کامند پنل یک آشپزخونه ساده بسازیم یا یک میز تحریر، چیزی که از احجام ساده استفاده بشه. مثلا برای ساختن میز یه باکس من برمیدارم از نمای تاپ، این سطحش باشه و به این ضخامت یا یکم بیشتر، مثلا 3.2 ضخامت. از این طریق میارمش بالا یا رو محور زد هست. در اینجا که محور زده عدد 90 رو وارد میکنم. 90 سانتی متر که واحدمون هست میبرتش بالا. خب الان پایه هاش مونده، یا بهتره یه خورده بیاریمش پایین تر، 70 سانتی متر. پایه هاش یا میتونه باکس باشه یا میتونه سیلندر باشه، حالا بسته به اون شیئی که خودتون میخواید بسازید. دوباره از نمای تاپ سطح مقطعش رو میسازم و میارمش تا اونجایی که میخوام و دوباره میتونم از اینجا تنظیمش کنم. یکی از مواردی که الان باید بهتون بگم اتوگرید هست. این قابلیت اتوگرید که میتونید ازش استفاده کنید برای ساختن احجام روی جایی که دقیقا میخواید. مثلا من اتوگرید رو میزنم، میخوام حجم از اینجا ساخته بشه و از اینجا برام میسازه، یا از روی این ساخته بشه از اینجا برام میسازه. میبینید خیلی قابلیت خوبیه برای اینکه بتونیم دقیقا اونجایی که میخوایم قرار بدیم. و یکی دیگه از قابلیت هایی که خوبه برای جلسه اول و تمرینمون اینه که شیفت رو نگه داریم و کپی کنیم. به این صورت کپی میکنیم. این دو تا مورد رو هم بعداً بهش اشاره میکنیم و یاد میگیریم. فعلا همین کپی رو لازم داریم. دو تاشو انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم و میکشم برای این یکی پایا. ما الان یک میز داریم. این رو به این صورت نبینید که مثلا الان چقدر ساده و به قول معروف فانتزی و اینها هست. این اگر متریال داده بشه و نور پردازی بشه و داخل یک موتور رندرش بگیریم، یه چیز خیلی رئال و واقعی رو شاهد هستیم. پس برای جلسه اول شما میتونید از این احجام استفاده کنید، یک آشپزخونه بسازید. حالا من میتونستم اینجا داخل یک اتاق قرارش بدم، مثلا اینجا زمینش باشه، چون نمای پرسپکتیف از این مقدار مشکل است. از اونجا بخوام کار کنم باید برم مثلا به نمای فرانت یکی از اضلاع رو بسازم. این خط ها اگر اذیت کرد سگمنته که میتونید حذفش کنید و یه دونه بکنید. داخل مودیفایر سگمنتش رو بیارم روی یک، جی بزنم حتی اون خطای نرم افزارم بره. حالا تنظیمش میکنم روی جایی که لازمه. برای یک نوع دیگه که میتونیم کپی کنیم، قبلی رو با موف کپی میکردیم، یعنی شیفت رو نگه میداشتیم میبردیم اون بر، الان میتونیم با روتیت هم این کار رو انجام بدیم، شیفت رو نگه داریم و کپی کنیم. و اگر ریز روتیت میشه میتونیم A رو بزنیم و 5 درجه 5 درجه روتیت کنیم تا دقیقا 90 درجه همون رو داشته باشیم که قائم باشه. حالا من این ستا رو انتخاب میکنم و رنگشون رو سفید میکنم که شما میتونید دقیقا تنظیم کنید که یک کنج تر و تمیز داشته باشید بدون اضافی مثل این. و حالا یک صندلی هم داشته باشیم، یه صندلی با این ابعاد. اینو 70 سانت آوردیم بالا، صندلیمون رو 40 سانت مثلا بیاریم بالا. تی رو میزنم میرم به نمای تاپ و اگر زد رو بزنم زوم میکنه روی اون چیزی که سلکت کردم. جی رو میزنم دوباره تا اون خطا بره. اینو پایه‌هاش از باکس قرار میدم و
میبینید چون اتوگیری دم روشن بود از روی باکس ساخت دارم، اشکالی نداره. خب اتوگیری دم رو خاموش میکنم، میرم به نمای تاب، زد رو میزنم، اینجا یه پایه میذارم براش، چهل ارتفاعمون بود مثلا، اینو میذارم روی 41، یه مقدارش هم میره داخل اون باکس که معلوم نمیشه. دوباره کپی میگیرم برای این پایش و این یکی پایه ها، یک پشت براش میسازم، میارمش بالا، پی رو میزنم به پرسپکتیو میرم به این صورت. الان ما یک صندلی هم داریم. خب خیلی ساده میتونیم این تمرین ها رو انجام بدیم، برای جلسه اول خوبه این تمرین رو دارید. جلسه بعدی ما تمرینمون این هست، یعنی در واقع ما قراره این رو بسازیم. اصلا چیز خیلی سخت و پیچیده ای نیست و فقط همت میخواد. همشون احجام ساده ای هن که وقت گذاشته شده اینها رو کنار هم چیدیم. یک سری مادیفایر هم هست که من توی جلسه بعدی بهتون میگم. توسط همون 6-7 مادیفایر ما این قطار رو میسازیم. همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.